سرهنگان زنده باد هند. ایشون ریچارد پارکر از MI6 برای کشور من هدیه‌ای دارین؟ البته. لطفاً بفرمایید. چطور دستگیر شد؟ در فرودگاه هیترو با مدرک جعلی. عمر ظفر، یکی از خطرناک‌ترین جنایتکارای هند، کسی که سال‌هاست دنبالشیم. اون تو لندن چیکار می‌کرده؟ تو سواحل روسیه یه جزیره خصوصی هست. شنیدیم برای خرید اون اومده بوده. تو شغل تروریستا بحران اقتصادی اصلاً معنی نداره. بله ویرن. بله مادر. رسیدی؟ بعدم بهتون زنگ میزنم. همه چی رو بره؟ بله همه چی رو بره. پولیورتو پوشیدی؟ آره مامان پوشیدم. میدونم که نپوشیدی. شما از کجا میدونی نپوشیدم؟ چیزی در مورد شما دوتا هست که من ندونم. بعدم بهتون تماس میگیرم. خیلی خوب باش. اجازه ورود صادر شد. موفق. ممنون باشید. مردم هند دولت را برای بازگرداندن الماس کوهنور تحت فشار گذاشتند. اجازه ورود صادر شد. خوش اومدین سرهنگ ناندا. شما بد جوری دنبالم میگشتین. باید پا میشدم و بهتون ادای احترام میکردم، ولی خب تو دستم پیتزاس و امروزم یکم خستم. یه تیکه میخوای؟ تو بخور. وقتی برسیم تیهار تو روز اعدامت پیتزا میخوری به عنوان آخرین خواستت، اونم با پنیر اضافی. بیدار شو سرهنگ، اینجا دهلی تو نیست، لندنه. یه چیزی رو به هم بگو، تا حالا چند تا مجرم از اینجا به هند بردین؟ هیچ، حتی یه نفر. همین الان مصوبه استرداد مجرمین در حال امضاست که طبق اون مجرم هر کشوری بدون فرجام خواهی طی 72 ساعت به کشورش برگردونده میشه. خیلی زود تو دادگاه هندوستان التماس میکنی که بهت رحم کنن عمر ظفر. و بعدش؟ بعدش چی؟ این واسه یه دادستانی عمومیه، این برای قاضی و این برای پلیس و سیاست مداره. کشور تو کشور گرسنه ها سرنگ، کشور آدم های مکاره، جایی که هر کی با یک کاسه داره گدایی میکنه. و بعضی از سیاست مدارای شما دستار سفیدشونو برمیدارن و حاضرن تو بازار فساد اداری لخت جلوی همه برقصن. حالا تو به هم بگو، تو چی هستی؟ مثل اونا مکار یا یه سکه جلوی اونا دم تکون میده؟ برنامه عمر ظفر خوش اومدی. اجازه ورود صادر شد.
آخرین خواستت چیه؟ شاید یکم پیتزا با پنیر اضافی ها؟ ولی تو خیلی وقت نداری چون شمارش معکوس مرگت شروع شده. اونایی که به کشورشون خدمت میکنن شمارش معکوس مرگشون با اولین نفسی که میکشن شروع میشه. تو حتما جون خیلی ها رو گرفتی ظفر. با دقت به این چشا نگاه کن، نه قصه مردن توشه و نه ترس از مرگ، فقط افتخاره. خیلی زود در چنین چشمایی مرگ خودتو خواهی دید. با کشیدن ماشه شمارش معکوس شروع میشه. 10 9 8 0. میخوای برای آخرین بار با مادرت حرف بزنی؟ الو. آره ویرن، داشتم میگفتم که ویرن، ویرن چی شده؟ حالت خوبه؟ ویرن حالت خوبه؟ ویرن، ویرن، ویرن صدات نمیاد پسرم، چی شده؟ الو، 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 کسی حرف نمیزنه. ویرن، ویرن مامان حرف بزن، گوش کن، یه اتفاقی برای ویرن افتاده. ویرن مامان حرف بزن پسرم، ویرن، ویرن حرف بزن، ویرن، ویرن. در مورد مصوبه جدید شنیدی؟ شنیدم آقا. اگه این مصوبه امضا بشه، هیچ کدوم از افرادمون هیچ جا در امان نیستن. امضا نمیشه. یه زخم قدیمی که تا حالا خوب نشده. باید روش نمک بپاشیم. کوه نور. دزدیدن کوه نور غیر ممکنه. ممکنش کن حمید. من کوه نور رو میخوام. و کسی که می دزدتش باید هندی باشه. بین 1,200,000 نفر باید یکی باشه که بتونه این کار انجام بده. برام پیداش کن. در حال حاضر ما تاییدیه مقامات رسمی را مبنی بر سرقت الماس کوهنور از برج لندن داریم. چطور ممکنه که در مقابل چشمان سیستم امنیتی برج لندن الماس کوهنور دزدیده بشه؟ خبرهای مبنی بر دست داشتن مقامات امنیتی برج لندن در این سرقت به گوش میرسه، ولی MI6 این شایعات رو بی‌اساس میدونه. وقتی کلکسیون برای بازرسی باز شده بود متوجه شدن که فقط کوهنور مفقود شده. تصاویر 500 دوربین امنیتی در حال بررسیه. شاید بعد از این بررسی‌ها سرنخی از سارق پیدا بشه. و حالا میخوایم تاریخچه کوه نور رو براتون بازگو کنیم. گفته میشود که کوه نور در تامیل نادو پیدا شده. سپس زینت بخش تاج پادشاهان دهلی، راجپوت، مغول، افشار، دورانی و سیکها شد. وقتی بریتانیایی ها کشور را غارت کردند و ملکه ویکتوریا شهبانوی هندوستان شد، بریتانیایی ها برخلاف میل کشور ما الماس کوه نور را از هفت دریا عبور داده و به لندن منتقل کرد. به خاطر این وقفه متأسف. یک مرد با هویت نامشخص در برج لندن پیدا شده.
نه سرانگشتی هست و نه تصویری. این یه سارق معمولی نیست، خیلی ماهره. به این سارق لقب قهرمان هند رو دادن. پس این مرد کیه؟ دوست نامرئی، سارق کوه نور. مردم با این اسامی اونو صدا میزنن. اسم اون مشخص نیست. بزرگترین سرقت قرن که هیچ سرنخی ازش به جا نمونده. در این بازی دزد و پلیس کی برنده میشه؟ معلوم نیست، اما تمام دنیا میخوان چهره اون دزد رو ببینن که خیلی تر و تمیز کوه نور گرانبها رو دزدیده. اون کیه؟ کجاست؟ کی دستگیر میشه؟ پلیس در جستجوی اونه، ولی اون کجاست هیچ کس نمیدونه. داری هموم میکنی؟ مادر بزرگ برید بیرون. برو بابا. مادر بزرگ لطفاً برید بیرون. ساکت. از بچگی تو رو بدون لباس دیدم، تو رو هموم کردم، پوشک تو عوض کردم. مادر بزرگ من دیگه بچه نیستم، برید بیرون. تو اینطور فکر میکنی؟ پشت گوشتم تمیز کن. مادر بزرگ ای گوش کن، تو میدونی یکی کوهنو رو دزدیده؟ لطفاً حوله منو بدین. آی دزد جواهر، همچین جوونی کجا پیدا میشه؟ آشوب کمار دفع آناد. من فقط میخوام مردی مثل اونو ببینم، همین که همراه الماس قلب منم بدزد و با خودش ببره. رویای منو دزده. پس لطفاً بری تو حموم اون بشینین، حوله منو بدین. کوه نور جزو انبار هنده، اگر کسی این الماسو به هند برگردونه باید بهش مدال افتخار ملی داد. حزب ملی ما وقتی هر کی دزدیدش عمر منم مال اون بشه. مادر بزرگ شما کاملا دیوونه. کاش تو هم مثل من دیوونه بودی. تو خیلی کسل کنندی، همیشه تنهایی، در حالی که همه دخترها دوست پسر دارن. مادر بزرگ من هنوز پسر مناسبی پیدا نکردم. خب چرا اینقدر مشکل پسندی؟ من وقتی هم سن تو بودم 30-40 تا رابطه رو از سر گذرونده بودم. این همه کنترل کیفیتم خوب نیست والا. من نمیخوام تو دام این عشق مشق بیافتم مادر بزرگ. تو چه میدونی عشق چیه؟ عشق چیزیه که نفس تو حبس میکنه، قلب تو به تپش میندازه، از گاف صندوق سینت کوه نورو میدازه. صبح بخیر داداش. کی دزدیدش؟ قربان وقتی شما موضوع جایزه کوه وقتی شما جایزه کوه نور رو همه جا پخش کردین، فقط این شخص جواب داد. از طریق کی؟ شایب گفت سعید فرستادتش. اون برای ساکلینم کار کرده بود آقا. در مورد خط حمله پاکستان نپرسیدم. هندوستانیه؟ فقط یه هندوستانی میتونه همچی کار شگفت‌انگیزی بکنه. جبه میهن پرستی گرفتی؟ ببخشید برادر، الماس که به هند برسه اون با همون تماس میگیره. قیمت؟ 5 میلیون دلار. باشه. نقد بدی؟ آره بذار تو کامیونو ببین. باشه. احمق خر، یه حساب بینام تو موریشس باز کن. وقتی الماسو گرفتی پولو به حسابش منتقل کن. دهنتو باز نکن. برو بانک حساب باز کن.
سلام خانم. سلام. ممنون هارلین. خواهش میکنم. سلام هارلین، به خاطر قهوه ممنون. قابلی نداشت. سلام، بانک شیملا. صحبت کنین لطفا. الو، بانک شیملا. متاسفم، کاری از دست من برمیاد. دفتر رئیس بانک کجاست؟ سومین اتاق راه روی سمت راست. ولی ایشون استعفا داده، هیچ کس دو اتاق نیست. حالا یکی هست. کی؟ خب من، کارن ساکسنا، جوانترین رئیس بانک شیملا. آخه این بانک مال دایی جونمه. عذر میخوام قربان. اشکالی نداره. اسمتون؟ هارلین ساهانی. متأهل؟ نه. دوست پسر؟ نه. اگرم داشتی فرقی نمی کرد. بیا اتاق من تا در مورد استراتژی مالی بحث کنیم. استراتژی؟ اما من منشیم. اوه، میخوای منشی باقی بمونی؟ انتخاب دوستای درستم یه استراتژی مالی عزیزم، فهمیدی؟ اگه میخوای سرنوشتتو عوض کنی بیا پیشم. بای بای. چرا تنها نشستی و بستنی میخوری؟ الان دوستاتون با مرد مورد علاقهشون توی یه رستوران نشستن و دارن شام رومانتیک میخورن، درسته؟ ولی نگران نباش، چون زندگی شما هم خیلی زود قراره عوض بشه. عشق واقعی .com، سایتی که در اون زندگی رومانتیک و هیجان انگیز شما شروع میشه. پس منتظر چی هستین؟ زود باشین، همین الان تو عشق واقعی .com ثبت نام کنین. نکنه زندگی شما هم مثل اون ظرف بستنی سرد و یخی باقی بمونه، که اینطوری خیلی بده. دوستان، امروز بعد از 30 سال خانوم شرمن کاپادیا از بانک ما بازنشسته میشن. دوشیزه جانم. دوشیزه کاپادیا. کی هست؟ من. شما هنوز ازدواج نکردین؟ قدرت خدا. بیچاره اگه میخواستم نمیتونست. اون تمام زندگیشو تو بانک گذرون. تو این 30 سال یه روزم مرخصی نگرفت. آره، نه هیچ وقت دیر اومد، نه هیچ وقت زود رفت. تمام زندگیشو تنها گذرون. شاید بقیهش هم تنها بگذرونه. چیه مادر بزرگ؟ زود بیا اینجا. بیا اونو ببین دوست الماس. تو همونی؟ اگه تو اون کیف چیزیه که من فکر میکنم، پس منم همونم که تو فکر میکنی. عبدال اومد، سفارش شما رو آورد. دوتا گوشت بره، دو سیخ کباب، دوتا حلیب. فرنی مورد علاقه من و شما. تو سفارش دادی؟
هی عبدال، دوباره سفارش اشتباهی بردی رفیق، اونجا میز شماره هفته. بعضی وقتا اشتباه پیش میاد دیگه، ببخشید. توی حساب در موریشس 5 میلیون دلار منتظرته. اینجا دست من تکون میخوره، اونجا سرنوشت تو. چرا عجله کنیم؟ بذار اول یکم حرف بزنیم. گشنمم شده. یه چیزی بخوریم خب؟ عبدال؟ مادر بزرگ، من که نمیرم لب مرز واسه جنگ، فقط دارم میرم سر قرار. داری سر سامون میگیری، حالا میتونم با آرامش بمیرم. بسه، دیرم میشه. صبر کن، اینو بگیر. ماشینه پدر بزرگ؟ جون پدر بزرگت به این وضع بود. آره مادر بزرگ، میدونم شما دوتا با این رفتین سر اولین قرارتون. من عشق واقعیمو تو این پیدا کردم، تو هم عشق واقعیت امروز تو این پیدا میکنی. خدافز مادر بزرگ. خدافز. بعد از رفتن ما هم میتونی بخوری. رفیق من با شکم خالی نمیتونم فکر کنم. فکر کردن نداره، قیمت تعیین شده. با این دست بده با اون دست بگیر. هر دوتا دستم کثیفه. تهدید خیلی گرون تموم میشه. چقدر گرون؟ هر کدوم 5 میلیون دلار. هر ستاتون اشتباه کردیم، حالا قیمت 20 میلیون دلاره. اشتباهه، حالا قیمت صفره. بی سر صدا الماسا رو بده به ما. دماغاتون رو تمیز کنیم. تو دوغتون یه دارو هست، دقیقا تا 5 ثانیه دیگه از دهنتون کف میزنه بیرون و همه تون بیهوش میشین. اوپس، وای بازم اشتباه کردم. آقا اون دوغا رو باید به میز شما میدادم. آره ممنون عبدال. We'll be right back.
بله قربان، حتما از دفتر نخست وزیر تحت فشاریم. حتی احزاب مخالف هم دارن از دزدیدن کوه نور حمایت میکنن. این مسئله روی پیمان استرداد مجرمین تأثیر میذاره. اونا احمقن. پیمان استرداد مجرمین به هیچ قیمتی نباید متوقف بشه. قربان، پیدا کردن الماس کوه نور خیلی مهمه. قربان، قربان در منطقه مرکزی شیملا تیراندازی شده. که چی؟ این مشکل پلیسه. اما قربان، باید تصاویر دوربینای امنیتی رو ببینیم. بله خانم، چطور میتونم کمکتون کنم؟ من هارلینم. من اومدین آقای ویکی رو ببینین، درسته؟ شما از کجا میدونین؟ ما با وبسایت عشق واقعی دات کام قرارداد داریم. بیاین لطفاً. بفرمایید بنشینید. اگه میخواین چیزی در مورد دوستتون بدونین این لطفاً. وقت بخیر خانم. فردا ساعت 7 عصر اونجا باشید. شریک رقصتون هم با خودتون بیارید. اوقات خوبی داشته سلام، من ویکیم. هارلین، از دیدنت خوشحالم. تو خیلی دیر کردی و تو خیلی خوشگلی. متاسفم من انقدر دیر کردم که لطفاً بشینین. خب قبلاً این کار رو انجام دادی؟ چی؟ تو رستوران با یه دختر خوشگل؟ یکی دوباره کردم. قرار اینترنتی عشقواقعی.com. عشقواقعی.com. خب نه، این اولین باره. اولین بارمه. آره منم همینطور. آه که اینطور. تو چرا منو انتخاب کردی؟ چرا؟ خودتو ببین. ولی من عکسمو نذاشته بودم. بله البته، ولی اونجوری که تو در مورد خودت حرف زده بودی من فقط دو کلمه نوشته بودم: منشی بانک. دقیقاً پشت این دو کلمه یه داستان پنهان شده. داستان کی؟
داستان مادر بزرگم. مادر بزرگ منم یه منشی بانک بود. با جواب دادن تلفن تو قسمت پذیرش بانک همه ما رو بزرگ کرد، به ثمر رسوند. آخرش یه روز تو پذیرش بانک وقتی داشت آخرین تماسش رو منتقل میکرد، خودش منتقل شد. خیلی متاسفم. چیزی میخوری؟ یکم شراب؟ ممنون. خواهش میکنم. فرانسوی؟ هندی آقا، مال نسیه. بریز. خوش بگذره خانم. ممنون. پس تو زیاد مسافرت میری؟ باید برم، چون باید دنیا رو نجات بدم. ها؟ از پشه ها؟ من برای اودموس کار میکنم. و تو سفر میکنی؟ نه، 10 سالم بود وقتی که مادر بزرگم من از کانادا به اینجا آورد. پدر و مادرم توی یه تصادف جاده‌ای. از اون موقع من اینجا هیچ جا نرفتم. اما یه روز از کارم استعفا میدم، یه بلیت دور دنیا میگیرم و میرم دنیا رو میبینم. یه روز؟ حالا از کجا میدونی که مثلا شاید فردا همون یه روز نباشه؟ من توی یه شهر کوچک زندگی میکنم. برام اینقدر آسون نیست که هر وقت هر کاری دلم میخواد انجام بدم. من با مادر بزرگم تنها زندگی میکنم. مسئولیت اونم با منه. یه روز. پس تو به رقص علاقه داری؟ آره. خب اینجا؟ آره؟ عمرن من فقط تو تنهایی خودم بعضی وقتا. شارلین بیا نزدیک. ها؟ بیا نزدیک یکم بیشتر. فکر نمی کنی معنی این یه روز یعنی هیچ وقت؟ امروز مسئولیت مادر بزرگتو داری، فردا شوهرتو، پس فردا بچه هاتو. فکر می کنم اگه می خوای کاری کنی باید امروز بکنی. من هر روز جوری زندگی می کنم که انگار این آخرین روزمه، پس تمام چیزی که دارم اینه، یه روز، روزی که شروع به انجام دادن کارای توی لیستت بکنی، اون یه روز میاد. خب ولی چشماتو ببند. ها؟ چشماتو ببند. بهم اعتماد کن. آرلین، این برای تو عزیزم. ایسی که چلی هوا که لے گئی میری سانسوں کو مجھ سے دور تیرے پاس اور مجھے ہوا ایسا تو میری بھی بھی میں تیرا را ہونے لگا میں تیرا را
जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया वो जैसे इस दिल ने जब जाना के बस तू گسته صدت میسوزن و میمیره. تو فکر نمی کنی که معنی یه روز یعنی هیچ وقت؟ فکر می کنم اگه می خوای کاری انجام بدی باید امروز انجام بدی. ویکی چقدر آرومه، چقدر ساده. آره هارلین زانی، حق با اونه. این لحظه دیگه بر نمیگرده. ممنونم عشق واقعی داد که اینجا چه خبره؟ به لطف عشق واقعی دات کام شماست خانوم.
عشق واقعی دات کام؟ هارلین، بنده ویکی هم. خیلی ازت معذرت میخوام، لاستیک موبایلم پنچر شد و ماشین باتریم هم تموم شد. ولی اون یکی ویکی کجاست؟ این صورت اسمو جا گذاشت. چه طولانی؟ کی میخواد خسارت وسایل رو بپردازه؟ عمود یا دایید؟ شما باید پولش رو بدین خانم. آخه این بانک مال دایی جونمه. عمو که ندارم، دایی دارم. این کارتشه، اون خسارت رو میده. ببخشید. عشق واقعی، هرکه بیا جلوی ماشینم ترمز نمیگیرم، گازو میگیرم و میرم. لعنتی. من متاسفم. شما خوبین؟ آره من خوبم، من خوبم. تو؟ سلام، راجویر. چی؟ اسمم. آره حتما، لابد بعد از این همه دروغ این واقعیه. اسمم دروغ بود، اما قسم میخورم بقیه همش راست بوده. باشی یه لحظه. تو به دکتر احتیاج داری؟ من احتیاجی به دکتر ندارم. خب شاید یه چی؟ یه بوس. بوس؟ تو دیوونه ای. من دارم میرم و فکر میکنم واقعا به یه دکتر احتیاج داری. اونا تو رو با من تو رستوران دیدن. کیا؟ اونا فکر میکنن که تو یه چیزی میدونی. من چی میدونم؟ هیچی، اما اونا اینو نمیدونن. اونا نمیدونن که من چیزی نمیدونم؟ نه، اونا فکر میکنن که تو یه چیزی میدونی، ولی نمیدونن که تو هیچی نمیدونی. من چیو میدونم؟ هیچی. خب اونا اینو میدونن یا نه؟ بسه. این گلوله منو نکشه، سوالای تو میکشه. هارلین ساهانی. پس تو میگی که اون دختر همراهه این بود؟ بله قربان، و اینم کارت داییشه. قربان لطفا خسارت ما رو بگیرین. کارن ساکسنا، گوش کن چی میگم. من یه چیزی دزدیدم. چی؟ من گلوله رو درآوردم، بخیهش مونده. بخیه؟ آره بخیه. تو این چرا قوه رو بگیر، بتبونش اینجا. اینجا. من نمیتونم. میتونی، البته که میتونی. آره بجم، کمک کن. خوبه، همینجا عالیه. خوب، ثابت. عالیه. عالی. تا حالا ندیده بودم کسی به این خوبی چرا قوه بگیره. ممنون. ثابت. تقریبا تمومه. خیلی خوبه، خیلی ممنون که کمکم کردی. هی، تمومه. بیا یکم آب بخور. راجویر ناندا، مجرم بین المللی، بیمار روانی اسکیزوفرنی. من به کمک روان پزشک احتیاج دارم. چی؟ نیستم، اما اونا اینطور میگن. تو آب چی بود؟ داروی بیهوشی. چرا؟ حالا به هم گوش کن. دو جور آدم میان سراغت. اول کسایی که مأمور دولتن، و دوم اونایی که نیستن. هر دوشون در مورد من یه چیزایی میپرسن. وقتی تو بهشون چیزی نگی، اون وقت اونا میگن که
دارن تو رو میبرن یه جای امن. چرا امن و اینجوری میگی؟ به من گوش کن. تو ماشینی که تو رو باهاش میبرن یه اسلحه مخفی شده. اسلحه؟ اگه اسکودا بود زیر صندلی سمت چپه و اگه تویوتا بود زیر صندلی سمت راست. باشه. با احتیاط اون اسلحه رو بیار بیرون. اونا رو بترسون و فرار کن. فرار؟ و اگه چیزی در مورد من پرسیدن؟ من تو رو نمیشناسم. نمیشناسی؟ من اصلا نمیشناسمت. عالیه، 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 عالیه. من هیچی نمیدونم، بذارید من برم. شعیب کیه؟ من کسی به نام شعیب رو نمیشناسم. به جون مادرم، به جون دایی جونم نمیشناسم، بذارید من برم. معنی این کد چیه؟ هارلین، منشی بانک. چه کدی؟ هارلین؟ این یک کلمه رمز نیست، اسم منشی بانک ما هارلینه. آره. من برم. صبح بخیر خانم. میتونیم پولو منتقل کنیم؟ محموله اونجاست. خداحافظ. تو چه مرگت شده؟ داداش از دستمون در رفت. از دستمون در رفت؟ مگه رفته بودین بگیرینش؟ قرار بود پولو بدین و الماسو بگیرین، فقط همین. شعیب سعی کرد به زور بگیرتش اما ده ما نتونست بگیرتش. داداش یه دخترم باهاش بود. تو فکر نمی کنی که معنی این یه روز یعنی هیچ وقت؟ روزی که شروع به انجام دادن کارای توی لیستت بکنی اون یه روز میاد. ای دختر، موضوع چیه؟ دیشب کی برگشتی؟ ای خدا، ای احمق، من مثل پدر مادرت قدیمی فکر نمی کنم. حالا کی بود؟ راجویر، اسمم دروغ بود، اما قسم می خورم بقیه همش راست بود. نمی دونم. نمیدونی؟ عجیبه والا، تمام شب و باهاش بودی اسمش هم نپرسیدی. آره داداش، حتی منم اینقدر مدرن نیستم. فهمیدم، از گاف صندوق قلبت کوه نور دزدیده شد. Yeah.
بدلوم رنگ کتنے خام خام اڑا اڑا بن کے گبارہ میرا دل بدھو بیچارہ ہولے ہولے تو نے پکارا جہاں بھی وہاں یہ جائے چلو چلو یوں آنکھیں میچے تیرے دل یہ تیرے پیچھے ذرا ذرا یہ کھینچے کھینچے دیکھو نہ دیکھو ہم کو نہ خبر کب کیسے آیا جیسے ہے سارا جہاں نئی جگہ سی ہے سب کو خبر اور سب کو پتا بھی ہے یہ جو ہوا دیکھو ابھی تو چھوڑو تم بھی اب یہ بہانہ تو دل کے بدلے دل نظرانہ دو میرے دل میں تھوڑی خالی سی جگہ هی خانوم هی خانوم چه خبره اینجا اداره است خونه که نیست تلفن داره زنگ میزنه بردار الو بانک شیملا نه آقا اشتباه گرفتی سلام چطور میتونم کمکتون کنم باز کن جانم بزرگ باید یه حساب خیلی بزرگ باز کنی متاسفم آقا چون واسه کار بزرگی که دیشب کردین حتما پول زیادی گیرتون میاد ببخشید چه مزخرفاتی شاید فقط برای از بین بردن تنهاییتون تو اون وبسایت عشقواقعی.com تو این سایت چه خبره؟ من این سایت رو دیدم شبا فضای خیلی دلچسبی توش به وجود میاد نه واسه تحقیقات رفته بودم قربان واسه تحقیقات نه چیز دیگه زوراور کالرا مأمور دولت شما باید با ما بیاین اداره پلیس میخواییم حرف بزنیم بازجویی راستش اگه شما بخواین اینجا میتونیم این کارو بکنیم جلوی همه خانم ساهانی مردی که شما دیشب باهاش بودین یه مجرم بین المللیه از نظر ذهنی بی ثبات و بیمار روانی اسکیزوفرنی به هم گفت شما اینا رو به هم میگین همونطور که فکر میکردم اون خیلی باهوشه داره ازتون سوء استفاده میکنه یه نگاه بهش بنداز اینجور مجرما خیلی دلربا هستن اون میتونه شما رو چیز خور کنه میتونه کتک بزنه میتونه جونتون رو بگیره ببخشید ما از اداره پلیس رد شدیم آره جون شما در خطره واسه همین شما رو به یه جای امن میبریم یه جای امن؟ حالا چرا انگشتاتو اینجوری میکنی؟ همینجوری اگه اسکودا بود زیر صندلی سمت چپه و اگه تویوتا بود زیر صندلی سمت راست مدل این ماشین چیه؟ هونداست واسه چی؟ قشنگه
سرعتش چند مایل بر ساعته؟ تو بزرگراه 10-12 کیلومتر در ساعت. البته به رانندگی هم بستگی داره. اگه در حال تعقیب کسی باشیم مجبوریم بیشتر از گاز ترمز استفاده کنیم. اینجور وقتا حواست کجاست؟ میخوای بفروشیش؟ ببخشیم قربان. بله الان میرسیم. ماشین رو نگه دار. دختره تفنگ داره. این تفنگ از کجا آوردی؟ ماشین رو نگه دار. ادامه بده، این هیچ کاری نمیکنه. یالا بدش به من. من کاری نکردم. تفنگ رو بده به من. من تو بلد نیستم شلیک کنم. زود باش. قربان اون بخون صبر قیبش زد خدا. قربان کجا رفت؟ کجا رفت؟ اونجاست قربان. تسلیم شو. جلوشو بگیر. جلوشو بگیر. میکشمت. وایسا. برو دنبال مقصود باش. هی وایسا. صبر کن. وایسا. چی؟ بیا نزدیکتر. به جام تو میتونی. چی؟ پرش. چی میگی؟ به جام. میشه من برونم؟ ها؟ برو اونور هارلی. بهم اعتماد کن. برو اونور. یه لحظه صبر کن. چه خبره؟ از ماشین پیاده نشو. کمک! این مرد دیوونه است. من با اون نیستم. من با تو. نه نه را
تصویر، من با تو هم، من با تو هم. به چی گفتم؟ از ماشین پیاده نشد. تو چی کار کردی؟ از ماشین پیاده شدم. هارلین بفهم، با من در امانی، با اونا یه جای امن. در امان یا؟ در امان، در امان. خوبه، اینو بگیر، برو کنار. لطفا دست از کشتر مردم بردار، لطفا دست از کشتر مردم بردار، بردار، دست، دست، دست. شوکه شدی؟ درک میکنم. تو همینجا بمون، من میرم حالیشون میکنم و میام. راستش میدونی چیه؟ به دروغ نمیگم، میرم بهشون شلیک کنم. در ضمن تو خیلی خوب رانندگی میکنی، منظورم اینه که امروز به خاطر تو جون سالم به در بردیم. فقط خواستم بدونی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. اینجا منتظر باش، الان برمیگردم. یه جای امن. هارلین، کارن، هارلین، هارلین، من داشتم دنبال تو میگشتم. درد سر؟ به خاطر تو من سیلی خوردم. به من تیر اندازی شده. شامپاین گرونم هم خوردن. کیا؟ مامورای دولت. ولی چرا؟ چون تو مامور شعیبی. شعیب کیه؟ آدم خاص عمر ظفر. عمر ظفر کیه؟ ببخشین، شما کی باشین؟ این همونیه که تو به خاطرش سیلی خوردی و به من تیر اندازی شد. راجویر، تو اینجا چی کار میکنی؟ راجویر؟ راجویر دیگه کیه؟ کسی که اگه صدا تو نبری یکی میخوابونه زیر گوشت. حالا با آرامش به حرفم گوش کن، من ماشینتو میبرم. دستتو بکش راجویر ظفر، حتی اگه به ماشینم نگاه کنی دستتو میشکنم. تو کنگ فو کاراته هم کمربند سبز دارم، لگد پرشیم اینقدر سریه که پرنده یه تو آسمونم ایندازم زمین. هارلین بشین تو ماشین. چرا بهش شلیک کردی؟ چرا بهش شلیک کردی؟ هارلین بشین تو ماشین. نشین تو ماشین هارلین. هارلین بشین تو ماشین، بشین. یه زخم کوچیکه، نزدیک استخونت نیست. شلیک خوبی بود. خیلی خوب بود، ولی چرا؟ میخواستی لگد پرشی بهم بزنی، نخواستم خطر کنم. حالا گوش کن، بعد از رفتن ما تا صد بشمار. خوب. بعد پلیس، آمبولانس، همه رو خبر کن. چشم. اگه قبل از صد صداشون کنی برمیگردم و بهت شلیک میکنم. ولی از کجا میخوای بفهمی؟ اگه سوالای احمقانه بپرسی بازم شلیک میکنم. تا 200 میشمارم به جون دایی جونم. خوبه. لطفا کمربندتو ببند. یک دایی جون، دو دایی جون، سه دایی جون. راستش نمیخواستم بهش شلیک کنم. پس چرا شلیک کردی؟ کسی که نمیخواد شلیک کنه شلیک نمی کنه. با اون گلوله اون قراره قهرمان شهر بشه. تو دیوونه ای، روانی، چپ و راست هرکی میاد داری بهش شلیک میکنی. این عادی نیست، هر جوری که بهش نگاه کنی عادی نیست. من میدونم دارم چی کار میکنم. لطفاً ماشینو نگه دار، من میخوام برم خونه، ازت دور شم. ریلکس هارلین، فقط آروم باش. شاید با اونا در امان بودم. چی گفتی؟ از این که با منی میترسی؟ من نباید بهت اعتماد میکردم. واقعا؟
باشه، خیلی خوب. نگاه به حرفم گوش کن، گوش کن چی میگم. نمیخوام حرف بزنم. چرا نمیخوای حرف بزنی؟ آخه چرا؟ خیلی خوب متاسفم. لطفاً ببخشید. نمیخوام بشنوم. ببخشید. چطور میتونی من اینجوری ول کنی و بری؟ جواب بده. اگه به من احتیاجی نداشتی چرا به کارن شلیک کردی؟ چرا افتادی دنبال این ماشین؟ اگه این ماشین رو نمیخواستی چرا دزدیدیش؟ بعد میگه که من دیوونه نیستم. چی میخوای؟ اگه باهات باشم مشکل داری. میخوام برم بازم مشکل داری. ببین، من واقعا متاسفم که مجبوریم با هم باشیم، ولی فقط برای اینه که تو زنده بمونی. اگه من باهات نباشم تو میمیری، اینو میفهمی؟ میمیری. و شاید به نظرت عجیب بیاد، اما من به جز نجات دادن تو کارای دیگه هم دارم که خیلی هم مهمن. و میدونی چیه؟ واقعا دیگه برام مهم نیست. این سویچ، اونم ماشین. برو خونه. چی منفره جامو همین بی ام دبلیو های سفید شهر رو خوب چکن. پلاک ماشین مزنون اینه HB51AJ77. تا امروز به خاطر من جون هیچ بیگناهی گرفته نشده. نمیخوام که تو اولیش باشی، مخصوصا این که تمام زندگیت منتظر اون یه روز بودی. همه یه نقشات با مردنت از بین میرن. گرسنت نشده؟ بریم یه چیزی بخوریم. پول داری؟ تو که تو بانک کار میکنی؟ این خیلی احمقانه است. اگه تو بیمارستان کار میکردم چی؟ باید دارو همراه میبود. حالا چی کار کنم؟ به یکی شلیک کن. تو که به شلیک کردن علاقه داری؟ اگه اون بهت غذای مجانی نداد خب به شلیک کن. دوباره؟ واقعا؟ من فقط واسه نجات جون تو به اونا شلیک کردم. میشه دیگه بی خیالش بشی؟ من کی گفتم بهم کمک کن؟ خودم از پسش برمیام. میتونم سفارشتونو بگیرم؟ آخره زندگیم عالی بود تا وقتی که تو رو دیدم. عالی. آره واسه همین چسبیده بودی به اینترنت. من هارلین منشی بانکم، لطفاً با من قرار بذارین. لطفاً یه نفر، لطفاً اینترنت سلام کمک، یکی گوش کنه. آی کسی اونجا هست؟ یه نفر لطفاً. هیچ کی نیست؟
ما نمیدونیم نون نازک انتخاب کنیم یا نون توپر. مشکل اینه. چرا پیتزای تابعی رو امتحان نمی کنین؟ چی دوست داری عزیزم؟ به من نگو عزیزم. پس یکم پول به هم بده. راستش میدونی چیه؟ من به شلیک میکنم. چرا دارم فکر میکنم؟ فقط باید انجامش بدم. آره الان شلیک. نه 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 بی بی بیا پول. به کسی شلیک نکن لطفا. دو تا پیتزای تابعی، دو تا هم ویسکی اسکاتلندی. با کارن ساکسنا هستیم، کسی که با به خطر انداختن جونش سعی کرد جلوی یه مجرم خطرناکو بگیره. میشه برامون توضیح بدین؟ اون به هارلین شلیک کرد، من خودمو انداختم جلوش. ولی گلوله که به پاتون خورده یه پرش کونگ فو بود، پرش هوایی من. وای دایی جون، اینقدر سریه که پرنده در حال پرواز و تو آسمون میزنم و میندازم زمین. آی مگه تو چی کار کردی که این همه آدم میخوام بکشنت؟ حلش کنم بعدش میگی. قشنگه. چیه؟ تو روزنامه نمیخونی؟ لطفا نگو که این همون چیزیه که با کاف شروع میشه. تو دیوونه ای؟ این همون تو یه دوستی؟ من فکر میکردم تو یه ماموری واسه نجات کشور، نجات دنیا. خدایا باورم نمیشه که بهت اعتماد کردم. تو هنوزم بهم اعتماد داری؟ آره حتما. واسه همینه که هنوز صداتو نبردی بالا. تو هر وقت بخوای میتونی منو لو بدی. ولی آخه چرا کوه نورو دزدیدی؟ واسه عمر زفر. دوروبر پره بچه هست، خونواده هست. با آرامش حرف بزنی. عمر زفر، لیست مجرمین تحت تعقیب پلیس بین الملل همیشه با نام اون شروع میشه. اون برای سرقت کوه نور پاداش گذاشت و ایشون هم دزدیدش. رستوران از هر چهار طرف محاصره شده، فرار غیر ممکنه. بنابراین اگه بی سر و صدا با همون بیای واسه هممون بهتره. تا جایی که من میدونم این بی سر و صدا با همون نمیاد. پس شما تصمیمتو بگیر، میخوای با ما در امان بمونی یا به خاطر این دوز کشته بشی. الان تصمیمتو بگیر. این حقیقته. میدونی با همه این اتفاقا قلبم به هم میگفت تو آدم خوبی هستی، دیوونه ای، اما بد نیستی، مجرم نیستی. اشتباه میکردم. من میرم. متاسفم هارلین، ولی نمیتونم اجازه بدم تو بری. عجب پرشی قربان. این راه پایین رفتن نیست، راه بالا رفتن قربان. این آدم به این سادگی ها نمیره بالا. یکی اون بالا هست که بهش کمک میکنه. هم؟
نگران نباش هارلی، ما در امانیم. وقت پریدنه، به هم اعتماد کن، اون برای ترس پیروزیه. صبح بخیر. تو به هم شلیک کردی. هیش به من نگو. هیش تو به من شلیک کردی. اگه بهت شلیک کرده بودم لازم نبود بهت بگم هیش. دارت بود. دارت بیهوشی. هرچی که بود چرا بود؟ هی دارم با تو حرف میزنم. دارت بیهوشی بود، امکان داشت من بمیرم. هیس تو فکر کردی کی هستی ها؟ بهت نشون میدم، الان بهت نشون. بیهوشت کردم واسه این که به نفعت بود. اگه من نجاتت نداده بودم اونا منو میکشتن. درسته؟ درسته. راستی لباسایی که برات خریدم خیلی بهت میاد. حالا برو تو آفتاب بشین تا لباسات خشک بشه، چون لباس دیگه ای نداریم. لباسام؟ کی لباسای منو عوض کرد؟ آروم باش، خودم عوض کردم. تو؟ به خدا؟ تو لباسای منو عوض کردی؟ آره. او فهمیدم. بی خیال هارلین، وقتی من میتونم از دست 50 تا نگهبان و 100 تا دوربین امنیتی فرار کنم و کوه نور رو از برج لندن بدزدم، نمیتونم با چشم بسته لباسای تو رو عوض کنم؟ خب البته چشم کاملا هم بسته نبود، ولی این حقم بود. خیلی خوب. ببین هارلین، تو هنرهای رزمیت واقعا خوبه، بعدم مبارزه میکنی. من الان یکم گشنمه، غذا بخوریم؟ غذا میخوریم. واو. شما ازش خبر دارین؟ میشه لطفاً جوابمونو بدین؟ من بدون مشورت با وکیلم به هیچ سوالی جواب نمیدم. مادر بزرگ، اینقدر سریالای آمریکایی تماشا نکنین لطفاً. الو مادر بزرگ، شما؟ هارلین زنگ زد. الو مادر بزرگ. به
قربان، پیداش کردی. گردش تموم شد؟ جزیره خیلی بزرگیه. اگه میخوای منو بکشی پس لطفاً بکش. من نمیخوام تو رو بکشم هارلین، فقط میخوام اون شام نیمه تموممونو تموم کنم. بیا. تو غذام درست میکنی؟ آشپزی سومین رشته تحصیلیم بود. تو کدوم مدرسه میرفتی؟ میم دالدال. مدرسه دولتی دهلی. مدرسه دولتی دهرادون. تو کی هستی؟ یه دوست. پس اون راست میگفت، تو کوه نور رو واسه عمر زفر دزدیدی. آره، اما تا حالا گفتم که میدمش به اون. پس چرا دزدیدیش؟ تا یه نفر دیگه ندزده و بدتش به اون، جاش پیش من امنه. چرا به پلیس یا دولت تحویلش نمیدی؟ شما دخترها خیلی بانمکین، چرا نمیدیش به یکی؟ هارلین، عمر ظفر توی پلیس و حکومت نفوذ داره، نمیشه به هیچ کی اعتماد کرد، درسته؟ درسته. درسته. پس نقشه چیه؟ نقشه؟ نقشه‌ای در کار نیست. الان همه دارن فکر میکنن که نقشه من چیه و لابد دارن سعی میکنن یه نقشه علیهش بکشن. اما اگه نقشه‌ای نداشته باشم چطور میخوان منو بگیرن؟ این احمقانه ترین چیزیه که تا حالا شنیدم. آره؟ پس این مخفیگاهته؟ آره، یکی از اون هست. چند تا دیگه داری؟ 12 تا، نه 11 تا. اونی که تو برمه بود ماه گذشته منفجر شد. همه ی حرفای تو خیلی مزخرف به نظر میاد. تو کی هستی؟ چرا و چی کار میکنی؟ هیچ وقت نمیفهمم. هارلی! این چطور ممکنه؟ کسی ندید میایم اینجا، هیچ تلفنی هم نزدم. اون پشته، اون تو هم... پشت. من یه تماس از گوشی تو خدا یا هاری. بار خراب شده، برو از اون بر. بریم. به کدوم دلیل بکشمت؟ ای مادر، واسه اینکه اومدی منو بگیری؟ یا اینکه واسه گرفتن من فقط 4 نفر آوردی؟ کوه نور رو دزدیدم رفیق، یکم احترامم رو نگه دار. ببین کوه نور رو بده، وگرنه ظفر زندت نمیذاره. کجا میشه این ظفر رو پیدا کرد؟ من نمیدونم. بگو. ظفر هیچ کس رو ملاقات نمی کنه. پس قراره کوه نور رو به کی بدی؟ بگو دیگه. ظفر رو جسدت یه سکه هم نمیندازه. گل، حمید گل، کار من این بود که کوه نور رو بدم بهش دیگه. عالیه. و این داداشو کجا میشه پیدا کرد؟ تصمیم بگیر، گل یا
حلقه گل. بهت میگم، بهت میگم، بلیر براگ بل ای براگ بجنبی. نه بریم دنباله، نداری کارو کنه، اونو هاشا اونجا تعقیبشون کنیم. به پراگ خوش اومدی. ما نمیتونیم زیاد یه جا بمونیم، باید سفر کنیم. میدونی زندگی من خیلی ساده بود، فقط من و مادر بزرگ، بانک و خونه. بیشتر از این نمیدیدم، نه بهش فکر میکردم. ولی از وقتی تو پیدا شد، زندگیم شده فیلم اکشن. معلوم نیست یه لحظه بعد چه اتفاقی میفته، ولی دیگه نمیترسم، بهت اعتماد دارم. آرزوی دیدن دنیا رو تو برام برآورده کردی. و تو حتما تو هم آرزوی داری. ما باید بریم. یه روز تو چیه؟ خونه. بعد از همه این ماجراها، خونه پدریم.
یه روز. کجا باید بریم؟ Mehrba hua, mehrba hua, mehrba hua, mehrba hua.
کجا داریم میریم؟ ما نه، من دارم میرم جایی. تو همینجا میمونی، یه غذا به خدمات اتاق سفارش بده. به نظر من سوشی واقعا خوبه. من زود برمیگردم، باشه؟ نه، تو نمیدونی ولی منو لازم داری. ما الان یه تیمیم. هارلین، منو با خودت ببر، وگرنه یواشکی دنبالت میام. آماده شو. باشه. چه خبر؟ هیچی بابا. دو تا بستنی بده. بله آقا. حتی سعیم نکن منو ببوسی. در موردش فکرم نکردم. دروغ. بهش فکر کردی؟ نه، تو فکر کردی. نه، تو تا حالا کسی رو نبوسیدی؟ نه. ها؟ معلومه که بوسیدم. واقعا؟ کی؟ تو مدرسه؟ نه، بعد از اون. غیر ممکنه. دیدی؟ میدونم چطوری ببوسم. تو به این میگی بوس؟ آره. چطور؟ به این میگن بوس. باید دنبال کسی بگردیم که بتونم این کوه نور رو بهش بدم. باید دنبال کی بگردیم؟ حمید گل. ببخشید، من دنبال آقای حمید گل میگردم. ایشون اونجا هستن خانم. ببین حمید گل اونجا. ساکت. تو نمیتونی این کار بکنی، لطفا فقط بذارش به عهده من باشه؟ تو حسودی، حسادت میکنی چون من از تو بهترم و تو نمیخواستی منو بیاری اینجا. تو هم خیلی خوششانسی. حالا مامور 000 بیا بریم شانسمون رو امتحان کنیم. 14 قرمز. وای این همه پول. تغییر میکنه به 50 هزار. آقایون خانم ها شماره هاتون رو مشخص کنید. من نمیدونم چطوری بازی کنم. همه ی پول رو بذار رو شماره 31. همه شو. Thank you.
شرط بندی تمومه. زیاده که سیاه برنده. ما بردیم، ما بردیم، دیدین؟ تبریک میگم آقا. حالا؟ شمارتون رو مشخص کنید. 26. باشه. برنده 26 سیاه. ما بردیم و یه بار دیگه بردیم. ممنون. بفرمایید خود. ممنون. بسه. حالا یه عالم پول بردی. بریم دیگه. نه. شماره 17. تو مطمئنی؟ باش. 17. شرط بندی بسه. برنده 7 قرمز. آره بردیم. دیدی گفتم؟ حالا دیگه ثابت شد 17 یعنی خطر. پس چرا گفتی 17؟ یه دقیقه پیش من چقدر پول یه دقیقه پیش تو حتی نمیدونستی چطور بازی کنی. من نباید به حرفت گوش میکردم. آره تا وقتی میبردی همه چی خوب بود، بغلم میکردیم میبوسیدیم. شما دختره همه تون مثل همین. چطور جرأت میکنی؟ عالیه. چی؟ منو بزن. نه فقط منو بزن. متاسفم، من نمیتونم الکی کسی رو بزنم. سیلی زدم بلد نیستی، بوسیدم بلد نیستی، اصلا چی بلدی؟ بلدی تو اینترنت عشق گدایی کنی. او من منشی بانکم. خوبه، خیلی خوبه. خوبه، حالا برو دستشویی و وقتی اون اومده اونجا بهش بگو 5 دقیقه دیگه میبینیش تنها. برو 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 به جهنم. چی شو؟ ببخشید الان برمیکردم. چقدر بدبختن اون افرادی که الماسو دارن و قدرشو نمیدونن. الماس نه، کوه نور. کوه نور میتونه دزدیدن بشه؟ این بستگی به دزد داره. حمید گل، نیت دزد دزدی و تصمیم کوه نور. هوای تازه. 15 دقیقه دیگه دو لیوان شامپاین و یه دزد روی تراس منتظر تو هستن. 5 دقیقه، وگرنه ممکنه یکی دیگه کوه نور رو بدزده. خوبه. آفرین. حالا تو برو هتل، اونجا میبینمت. و بعد از اون تو من منظورم اینه که ما میدونی چیه؟ تو کاملا دیوونه ای. من منتظر میمونم. ویسکی آماده است؟ سلام علیکم حمید گل. تو چطور منو پیدا کردی؟ من کوه نور رو دزدیدم رفیق، یکم احتراممو نگه دار. اما اگه واقعا میخوای بدونی، مامورت رابرت جاتو به هم گفت. فقط آدرس. روشش مال خودم بود. دوست هستی، زرنگ نیستی. به هر حال قرار نبود پولی بهت برسه. حالا هم الماس از دستت رفت، هم جونت. اگه دنبال پول بودم چرا باید کوهنور رو به تو میفروختم؟ پس تو چی میخوای؟ عمر زفر. پس چرا کوهنور؟ تو کی هستی؟ آه.
بگو زفر کجاست؟ بگو. به هم بگو زفر کجاست؟ بگو. تو هیچ زفر فقط میخواد کوه نور رو یه جای امن نگه داره. کوه نور جاش تو لندن امن بود تا وقتی اون ندوزیده بودش. اگه اون نمیدوزیدش یکی دیگه میدوزید. واقعا اگه به این آسونی بود پس چرا تو این 150 سال کسی ندوزیدتش؟ خیلی خوب، اون دیگه چی بهت گفته که حقیقت داشته باشه؟ اون گفت تو منو میکشی، ولی شما که زنده ای. الان کجاست؟ پیش یه نفر به اسم حمید گل. حمید گل مرده. اون مرده. رئیس سرویس مخفی ملی آقای نارایان. و تصمیم کوه نور. هوای تازه. 15 دقیقه دیگه دو لیوان شامپاین و یه دوز روی تراس منتظر تو هستم. 5 دقیقه و جنازش رو همون تراس پیدا شده. معنی اینو میدونی؟ دوشیزه هارلین، حالا شما یه مجرم بینون مللی هستین. کشتن شما برای ما خیلی آسونه، ولی ما میدونیم که حقیقت چیه. دوشیزه هارلین، شما هنوز یه فرصت دارین که زندگیتون رو پس بگیرین و برگردین پیش مادر بزرگتون، و اون فرصت به این فرستنده بستگی داره. حالا شما یه مجرم بین المللی هستی. دیگه چی بهت گفته که حقیقت داشته باشه؟ با من بیا، حالا دیگه ما نمیتونیم اینجا بمونیم. بیا بریم. چرا اینقدر دیر رسیدی هتل؟ کجا بودی؟ راستشو بگم یا مثل تو شروع کنم به دروغ گفتن؟ من چه دروغی بهت گفتم؟ هرچی گفتی دروغ بود. درباره خودت، درباره ما، درباره حمید گل. تو اونو کشتی مگه نه؟ کی اینو بهت گفته؟ زوراور. هنوزم پیش توه. چرا رویامو برآورده کردی؟
و رویه های جدید نشونم دادی. همه شونو برآورده میکنم. بهم اعتماد کن. پس دیگه نمیخوام اعتماد کنم. پس منتظر چی هستی؟ حرکت نکن، دستاتو ببر بالا. بری راجبی. اگه گلوله نکشته باشدش حتما غرق میشه میمیره. تو زندگی تو پس گرفتی. برو. خدا رو شکر که تو برگشتی خونه. این خونه عزیزم، بدون تو خونه نبود. خونه بعد از همه این ماجراها، خونه خودمون. تو کدوم مدرسه میرفتی؟ مدرسه دولتی دهرادون. دنبال چی میگردی؟ راستش آقا من پنکاج چی؟ ببخشید چی کار میکنی؟ این داشت مثل یه دوز اطراف خونه میگشت و تو منو بازجویی میکنی؟ نه نه آقا، شما از اینترنت، شما این کتابا رو اینترنتی سفارش داده بودی؟ من هیچ کتابی سفارش ندادم. پنکاج از دست تو هیچ یادت نمیمونه. حالا این تفنگ مسخره رو بذار تو خونه. دخترم بیا تو عزیزم، بفرمایی. خونه شما خیلی دوست داشتنیه. شما چند وقته اینجایی؟ تو این خونه؟ نمیدونم پنکاج، باید 40 سالی شده باشه. نه؟ بفرمایید. از همون وقتی که ازدواج کردی. خونه قشنگیه، همه چی جدید به نظر میاد. آره، وقتی که پنکاج دومین بخت آزمایی رو برد. شما دوبار بخت آزمایی بردی؟ بله، اون واقعا خوش شانسه. مگه نه پنکاج؟ اینقدر خوش شانسم که. آره میدونم. اصلا یادش نمیاد کی بلیت بخت آزمایی خریده، همونطور که یادش نیست کی تو قرعه کشی بانک شرکت کرد و اینکه کی این کتابا رو تو اینترنت سفارش داد. اینم یادش نمیاد. من میرم چای بیارم. آقا
اینجا مخفیگاه راجویر درسته؟ ببخشید؟ منظورت چیه؟ چیه؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده. من میرم. پسرای شجاعمون، این ویرنه در حین انجام وظیفه کشته شد و اینم اینجیه، اینم تو ارتش بود یا هست نمیدونم، تو کارگیل خدمت میکرد که خبر ویرن رسید. بعدشم میگن که اون توی ماموریت بود و عمق آب دریاچه خیلی زیاد بوده و اون چیزیش نشده. مردم هر چی میخوان بگن. این کاپو توی مسابقه شنای استانی برد. اون تنها کسی بود که میتونست کل دریاچه رو یه نفس شنا کنه. من که قبول نمی کنم اون چیزی شده. من سوال میپرسم نه تو. کوه نور کجاست؟ من نمیدونم، لطفا بذارید برم. ظفر، اسم من عمر ظفره. این چطور رسید به شما؟ چطور نه، چرا؟ این چرا پیش منه؟ آه! اگه نمیخواستینش چرا دزدیدینش؟ کوه نور اصلی کجاست؟ این قلابی بود. اگه اصلی بود چکش میشکست، نه الماس. اون مدت زیادی پیش راجویر بود. بختاور؟ زوراور، واسه همین به این راحتی حرف نمیزن. تو با اینی؟ من کوه نوری که گرفتم و به این دادم، اصلش کجاست؟ من اصلا نمیدونم. اگه ساکت باشی میزنم تو دستت، وگرنه میفهمی که. آره، حالا شدی یه دختر خوب. حالا دیگه نمیتونی شوخی کنی، نه مزخرف بگی. حالا تو فقط حقیقتو میگی و چیزی به جز حقیقت نمیگی. بگو. چی بگم؟ حقیقت. راستشو بخوای آقای بدناگر، زوراور، شما با اون سیبیلاتون به نظرم شبیه بازیگرای جنوب هند. چی؟ آره. و میدونی زندگی مادر بزرگم از زندگی من هیجان انگیزتره. ساکت. فقط بگو کوه نور کجاست؟ کوه نور؟ کوه نور پیش راجویره. ولی راجویر که مرده. نه، اون زنده است. نقشه اون بود.
فکر کنم که اون مرده تا شما فکر کنید که اون زنده نیست. اون نمیدونه که من میدونم اون زنده است. اون فکر میکنه که منم فکر میکنم اون مرده. فهمیدی آقای زندگی یک سفره؟ و حالا که اون زنده است هیچ اتفاقی با سم نمیافته. شما خیلی احمقین. اون شب روی پل اون خودش فرستنده رو فعال کرد. اگه میخواست میتونست فرار کنه، ولی عمدن کوه نور تقلبی رو داد. منو بیارید اینجا و اونم بیاد دنبالتون. بد نبود هارلین، تو از همه این احمقا باهوشتر از عبدر اومدی. حتی فکرشم نمی کردم برای رسیدن به اینجا انقدر هوش و شجاعت و جنون به خرج بدی. کمتر از چیزی بود که تو فکر میکنی. خوشبختانه نه تو زیاد باهوشی و نه افرادت. این که کی باهوش داره؟ نمیشه به این سرعت دربارش تصمیمی گرفت. تصمیم وقتی گرفته میشه که اینجا جسد یکیمون افتاده باشه و تو دستای اون یکی کوه نور باشه. حالا مسئله اینه که تو قبل از دادن کوه نور چقدر میتونی درد و تحمل. بگو کوه نور کجاست، وگرنه حالا نوبت حالی میشه که درد و تحمل کنه. بگو کوه نور همون جاییه که باید باشه، تو لندن. تو داری دروغ میگی. کوه نور دزدیده شده، همه اینو میدونن. جون ما گفتیم که دزدیده شده. منظورت چیه؟ این یه عملیات مشترک از سرویس مخفی هند و MI6 لندن بود. تو اینجا دستور سرقت کوه نور رو دادی، اونجا نقشه ما تر شد. کوه نور سر جای خودش در امان سفر، ولی افسوس حالا تو در امان نیستی. یعنی کوه نور اصلا دزدیده نشده. نابغه ای راجویر، نابغه. شنیدن تعریف و تمجید قبل از مرگ نصیب هر کسی نمیشه، ولی فایدش چیه؟ حالا تو خودتو چطوری نجات میدی؟ چون شمارش معکوس مرگت الان شروع شده. کسایی که برای کشورشون می جنگن شمارش معکوس مرگشون با اولین نفسی که می کشن شروع میشه. با دقت به این چشما نگاه کن، نه قصه مردن توشه، نه ترس از مرگ، فقط افتخار است. خیلی زود در چنین چشمایی تو مرگ خودتو خواهی دید. چیزی یادت اومد؟ سرهنگ نندا، تو چه نسبتی با اون داری؟ من برادرشم.
شمارش معکوس مرگ تو از همون روز شروع شد ظفر، و این روز تمام میشه. ده نو هشت. هی برو بیرون ببین چه خبره. هفت شش پنج. این تنها نیست دیگه، کی باهاته؟ چهار سه. تو هم نجات پیدا نمی کنی. دو. تو هم مثل برادرت می میری. یک. بنگ بنگ. تو بهم تزریق کردن. با اون تزریق چیزیت نمیشه. تو فقط حقیقتو میگی. همین باشه. بیا بریم. حقیقت اینه که من تمام عمرمو تلف کردم. اونا دارن بهمون شلیک میکنن. بیا بریم. همه ی اون پسرا، دلیب، جاگی، هری باجان، همشون مثل همن، کسل کنندن، کسل کنندن. جا خالی بده. ولی تو نه، تو خیلی هیجان انگیزی. بپر. تو واقعا من به هیجان میاری. خوبه، بیا بریم. میشه بریم؟ های بدنت خیلی قویان. دلم میخواد لباساتو پاره کنم ولی نمیتونم چون من هیجان انگیز نیستم. هارلین ما باید بریم. بجوم. به نظرت من جذابم؟ خیلی. پس چرا کاری نکردی؟ چی؟ تو چرا هیچ کاری نکردی؟ خدا رو شکر که بعدن چیزی یادت نمیاد. من همه چیزو یادم میمونه. حقیقت اینه که تو منو نمیخوای. من به نظرت کسل کنندم. راجویر آو! حالا این سوار موتور شد. زود باش بجوم. تو میری دنبال زندگی هیجان انگیزت، منم دنبال زندگی کسل کنند. تو چرا باید با یه دختر کسل کننده بمونی؟ تو کسل کننده نیستی هارلین. پس من چیم؟ بگو دیگه، من چیم؟ تو جذاب، هیجان انگیز، دیوونه و در حال حاضر زنده ای. پس بیا حفظش کنیم باشه؟ زیپ منو باز کن. ها؟ حالا داخلم کن. تفنگمو پیدا کردی؟ تو خیلی هیجان انگیزی هارلین. حالا تفنگا رو در بیار و شلیک کن.
راجوی. راجوی به خاطر این شایب مرد، این حمید گل کشت و کوه نور که اینه. اگه تو میتونی به من برسی، پس به کوه نور اصلی هم میتونی برسی. وقتی کوه نور رو به دست آوردی، بیا و اینو ببر. من مطمئنم که پیدا میکنی دوباره. خدا حافظ. بیا بگیر. راجوی، راجوی، مایکل تو دور آخره، چیزی نمونده به خط پایان برسه. گلوله سوم میخوره توی صورتت اگه خفه نشی. گوش کن، من به هر قیمتی شده کوه نور رو میخوام. هواپیما رو زدم. دیوید،
ببین چی شده. دارم به شلیک میکنم. آفرین. ممنون قربان. زندگی پدر و مادر چقدر عجیبه. یه پسرشون جونشو برای ارتش داد، یه پسرشون هم با اینکه زنده است دیگه برای اونا زنده نیست. هارلینو فرستادیم خونش و اینم بهش گفتیم که دیگه نمیتونه تو رو ببینه. میدونی که برای این ماموریت جی مرده، حالا تو راجویری. تو با پیوستن به سرویس مخفی ملی زندگی تو به ما دادی. حال این ممکنه برات خطرناک باشه، میتونه نقطه ضعفت باشه. بگذاریم، فردا تو رو به یه جای امن منتقل میکنیم. هم؟
تا موقع یکم استراحت کن. چی تو این بود؟ هارلین؟ ما کجاییم؟ کی لباسای منو عوض کرد؟ تو خیلی سوال میپرسی. من عوض کردم و تا جایی که یادمه چشمای من بسته بود. شاید امروز چه روزیه؟ Thank you.
حالا؟ هنوز یه کار مونده. چی؟ بنگ بنگ, بنگ. तू मेरे साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों